بسم الله الرحمن الرحیم این جانب قارین نسی رحمت یک تن از شاگردان دارالتجوید و دار الحفاظ اصحاب بعد واقع در درب می باشن دار و دار الحفاظ اصحاب بعد در فصل زمستان 1391 در منطقه کوچه زقالی یا در بخش هرات تاسیس شد و همین اکنون حدود 150 نفر در بخشهای های روخانی، حفظ و قرائت تجوید مصروف حفظ قرآن عظیم و شان می باشند بسم الله الرحمن الرحیم به لطف خداوند متعال توانستم در نزد غاری صاحب فیروز احمد احمدی در مدت 13 ماه 18 جز از قرآن عظیم و شان را حفظ کنم علاقه دا گمی بوده تپل که بوده اگه را دیشتیم که با ما بخیر به مسجد روان کنیم و یا قرآن شریف حفظ یا روخانی بلاخره بازی که روخانی شروع باز از حفظ علاقه به کردیم که به حفظ روان کنیم علی ویت بازی رو هم پیش جناب قاری صاحب پیروزان جان احمدی رو اون کردیم در دیده تقریبا 13 برج میشه که علاقه به کرده به خیرم ان شاء الله جزء خوانده و فلان شروع به جزء نزدی. دیگه ازی عملکرد قاری صاحب ازی زحمت قاری صاحب ما خیلی رازیم تا جای جا, جا داره ما چون زمت بسیار بینهایت کشیدم رابطه به شاگردا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم در رابطه به اخلاق قریص بن اسیر احمجان باید گفت که همو اخلاقی که یک حافظ قران شایسته یک حافظ قران هست الحمدلله بهلطف الله تبارک وتعالی قریس ابن اسیر احمجان همو اخلاق عالی و پسندیده انشاء الله دارا میباشد و در رابطه به نظم داخل دارالحفاظ داخل دارالحفاظ نظم و قوانین و مقررات دارالحفاظ را رعایت میکنه بسیار با یک تربیه و با یک برخورد نیک با استاد و با تمام هنسیفی ها و هم حلقی های خود رفتار خیلی نیکو و احسن و سیی داره انشاءالله این جانب قاری محمد فهیم یکتن از شاگردان دار تجوید و دارالحفاظ اصحاب بعد رضی الله تعالی می باشم قریس محمد نسی جان که یک تر از شاگردان خوب در دار حفاظ اصحاب بعد رضی الله تعالی است و با ما و شاگردان دیگر رویه خوب بد دارم خوب استم و در حفاظ با کسی جنگ و جدال نبی کند با رویه خوب و اخلاق خوب دارم و باز رابطه با اخلاق خود قریس ابن سیرام جانم علاقه به در زیاد داره و ما هم پیگیری زی زیاد میکنیم بر برف باشه باران باشه گرم باشه هر شکل که باشه این ما کوشش مامینه که این برسانه مسار دار سازی که وقت یا بیان بیان با وقت با وقتی یوم بیام با دار سخو برس سبحانه میره و شامی انشالله با خانه ام اخلاق بسیار نیکی داره فضل خدا لی و در زمین خانه که میاد در سای شبانه داره و پالی در شبانه باز یک خوراک که خورد یک برادر کوچک که داره باز در از اینا را تا دست میده کنم مردی فضل خدا قرآن شروع کردم مردی خانی میخونم آن زمان تا یهام با مقالات تیفلی خوبه خور و برادر و در زمین باز ما از قریس هم خیلی راضیم چون اینا بسیار زحمت کشیدن به ایشان در رابطه به فامیل قریس هم نسی رحمت جان نوری باید گفت که واقعا یک فامیل علاقه به حفظ قرآن از این بودن چون شما میدانید تا علاقه و یک انگیزه از طرف فامیل نباشه یک طفل به دارالحفاظ نمی آید. ابتدا در قدم نخست اما انگیزه و امو تشویق و علاقه مندی از طرف فامیل که یک طفل وادار میکنن و تشویق میکنن که به حفظ قرآن عظیم و شند روی بیاره فامیل غریس نسی رحمت جان از رای دور در فصلهای گرما و سرما ایر سر وقت به دارالفاظ حاضر میکنن و خود نسی رحمت هم شاگرد موفق بوده و تا این حال انشاءالله با همه هم سیمفی ها و هم کلاسی های خود با برخورد نیکو رفتار کرده انشاء. از زمانی که شروع به حفظ قرآن کریم کردم این تغییرات به زندگی ام آمد که اعترام به کلانتر از خود اعترام به والدین احترام به استاد شفقت به خوردتر از خود بگیرم دیگه حالی که قرآن شریف به خیر به حفظ شروع کرد و حفظ پیش برده دیگه ما رزی بسیار رزیم خیلی رزیم از این بیتر نیمات به ما معصر نمیشه دیگه اکتف لادم یعنی برای خدا و برای قرآن زندگی خور صرف کنه ما خیلی خوشیم خیلی رزیم در رابطه به اهمیت فراگیری علوم قرآنی در احادیث زیاد پیامبر صلی الله علیه و سلم تشویق میکنند که از او جمله ما به یکی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اکتفا میکنیم که میفرمایند خیرکم من تعلم القرآن و علمه پیامبر صلی الله علیه و سلم حافظین قرآن عظیم و کسایی که مصروف و مشغول حفظ و فراگیری و تعلیم قرآن عظیم شن هستن از جمله بهترین امت معرفی میکنن وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حافظ قرآن و یا کسی که مصروف به تعلیم قرآن عظیم شن بهترین امت قرار میدن و بهترین معرفی میکنن که میفرماین خیرکم من تعلم القرآن و علم بهترین شما کسی که قرآن عظیم شن بیاموزه و به دیگران بیاموزانه و در حدیث دیگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم می ماهر در قرآن کسی که قرآن صحیح می مهارت کامل داره به همراه ملائکه که نویسنده و نیکوکار می باشند هست می باشد حشر میشه و کسی که قرآن عظیم و شان به سختی یعنی شوقیرداره داره که قرآن عظیم و, عظیم شان سهی بخانه ولی مشکلات داره در قسمت زبان یا در قسمت عدا و تجوید و قرائت حروف بازم زحمت میکشه تلاش میکنه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماین برای از او دو عجر می باشه دو پاداش می باشه یکی به خاطر زحمت کشی و تلاش از او و یکی به خاطر مشقت و مصیبتی که در این را اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم أخوي إن شاء الله که باز هم پشت تفسیر شریف و, و پشت درسو پشت ای که بالاخره یک زمان بلکه به این جامعه با درد یک جامعه بخوره داگه. یعنی بار دوش جامعه نباشه یک بال به جامعه باشه یا رزور داریم تا ما زنده باشه هر چی که از دست ما بیایه ما او کمک به ای بکنیم و همکاری و همراهی بکنیم که میشالله بخیر عاقبت خوبی به خیر به دست میاره دیگه اصلی من در خانه پدر و مادر و برادر الانتر از من و در دارالحفاظ استاد محترم مسئول دارالحفاظ اصحاب بدر بودم این جانب نزیر احمد است برادر قریص ابن نسیر احمد نوری قریص ابن نسیر احمد نوری از کودکی و علاقه خاص داشتم به علوم قرآنی و همچنین به درس و تعلیم اینا خود بودن اینا از این علاقه داشتم ما برستاد کوشش کردیم و تلاش کردیم به حساب با کمک به کمک جناب غری سیفی روز احمد احمدی اینا رو به دارال کردیم و مدت سیزده برج میشه که اینا به دارال رفاز هجده جز از قرآن کریم حفظ کنه و غری از روزی که به دارال رفته تغییرات زیاده برای از غری سیف پیش شده و به حساب همسایه ها و به حساب شش برخواست و با خانواده و اخلاق خوبی با اخلاق تغییر کرده بسیار اخلاق خوبی چه و احترام به کلانتر و و همچنین شفقت به خورتر از خود خداره و بالاخره به حساب درس و تعلیم علاقه زیادی داره و نماز به حساب نماز و اینا خوب پایبندی داره هدف من از حفظ کردن قرآن کریم این بود که عمل بکنم و در عمل رضایت الله جل جلاله را به دست بیارم پیامبر صلی الله علیه و سلم کسایی که قرآن عظیم و شن میاموزن و به دیگران میاموزانن بهترین قرار میدن چیز مهم اینه که ما هدف از قرآن عظیم و شن و نزول قرآن عظیم و شن عمل هست تا بفهمی و عمل بکنین در آیات متعدد الله تبارک و تعالی در رابطه به عمل صالح میفرماید در هر جا که نجات انسان ها بیان میکنه عمل صالح بعد از او هست مثلا در سوره مبارکه والعصر پروردگار میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله تبارک و تعالی قسم یاد میکنه به زمانه که تمام انسانیت در خسران و در زیان می باشن مگر کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن یعنی تنها ایمان و یا تنها خواندن قرآن عظیم و شن و تنها حفظ کردن قرآن عظیم و شن باعث نجات انسان نه بلکه عمل به قرآن عظیم و شن که محور اصلی قرآن عظیم شن می باشد ضرور است بنابراین برای یک حافظ قرآن برای یک طالب دینی و یا برای یک عالم دینی لازم این هست که عمل به علم بکنه و او چیزی که میدانه عمل بکنه و اصل هم عمل هست که مفید واقع میشه ان شاء تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم توصيمه وبرد اگه پدرا اينا كا عمشه با باشم كا بعد اولاد از اينا يك نهال پر سمار باشه نا كا يك خار با بار بياه با جامعه دیگه از این را بیتر رای نیه دیگه اینا کشش کنم به دارالفاظا و مسجدها و علمای دینی تقویه کنم تشویق کنم زحمت بکشم رنج نور ببرم که تا یک وقتی انشاءالله یک نوال باراوری به بار جامعه بار بشه نه که یک به جامعه بار بیایه ای آرزو ما و ما به همه پدرها هم امینه که به این فکر بشم چون رای خوبی رای نیکی این خداوند به ما وظیفه داده که بعد ما به میرابره امر خدای دستور قرآن شریف بعد عمل کنیم با می پدر رو همه باید به فکر باشه پیام من با فزان این است که تنها به حفظ قرآن کریم اکتفا نکنند بلکه در پلوی حفظ قرآن کریم به علوم دینی بپردازند توصیه به تمام خانواده ها ای هست که امیر رقم که در رابطه به دروس مکتب و دیگه دروس کورس ها تلاش میکنن زحمت میکشن می به چای نا پیشرفت بکنه او هم خوبه ولی در پلو از اون مهمتر اینه که در دروس قرآنی و دروس دینی بیشتر کوشا باشند ابتدا یک شاگرد یک محصل یک طفل باید به قرآن عظیم و شن و علوم, علوم دینی آگاهی داشته باشه بعد در قسمت دیگه علوم میتونه مهارت داشته باشه الحمدلله امروزه در کوچه ها و در هر مسجد در هر منطقه و در هر محل دارالحفاظا و مدارس دینی و دارالعلوم ها فعال می باشه علما و حافظان قرآن عظیم و شن و اساتیز در خدمت شاگردان می باشند بفرستن اولادهای خود در هر منطقه که به اینها نزدیک آسانتر برد و رفت و آمد بر اینها انشاءالله فرزندار بفرستن تا قرآن عظیم و شن فرا بگیرند و علوم دینی آگهی پیدا بکنن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم این ارید الا الاصلاح ما استطعت وما ما توفیقی الا بالله عليه توكلت واليه انيب صدق الله العظيم